کنه همینه. آره. اونجا چی کار میکنن؟ کیا؟ فک و فامیل اقدس خانم. وای خدای من، خیلی بد شد، دیدنت؟ خب آره. حالا چرا این دست اون دست میکنین؟ اینطوری که بدتره. از کجا فهمیدن که مامان اینجاست؟ مگه اشکالی داره که مامانو گذاشتیم اینجا؟ نمک نریز، آبرومون رفت. ببخشید. با اجازه. پس اکرم کن. اکرم کار اداره شوخ در عقب افتاده بود، این بود که نتونست بیاد، عذرخواهی کرد. برای چی باید عذر بخواد؟ خب اقدس خانم زحمت کشیدین برای دیدن مادر اومدین، حالتون چطوره؟ ای به مرحمتتون، بد نیستم. شما چطوری زری خانم؟ خیلی ممنون. تازه رسیدین اقدس خانم؟ نه، دو هفته هست. آها، منظور مادرم اینه که بفرمایید دهنتون رو شیرین کنین. بفرمایید. دست شما درد نکنه. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم نوشی جان. متشکرم، نمی‌خوره. شما خیلی ممنون. خواهش می‌کنم نوشی جان. بفرمایید. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم نوشی جانتون. بفرمایید شما. خواهش. شما نه مادر، نمی‌خوره. نمی‌خوره. بله. از روز اول خواهر خانوادهش میدونستن که من اومدم اینجا. صحیح. البته مادر خودشون خواستن بیان اینجا. بله، اتفاقا جای بسیار جالبیه. واقع میفرمایید؟ در چه مورد؟ حالا چرا وایستدین؟ بفرمایید بشینین. مدت هاست شما رو زیارت نکردیم. گرفتاریم اقدس خانم. بله خیلی گرفتاریم. منظورم همین چند وقتیه که من و خواهر اینجاییم. یعنی شما هم اینجا زندگی میکنی؟ خواهر چند روز بعد از اینکه من اومدم اینجا تشریف آوردن اینجا. پس شما هم اینجا زندگی میکنید. چه تصادفی. تصادفی نبود مسرقا، تصادفی نبود. پس چطوری بود؟ مادر بعد از اینکه شما چی میخوایی بگی دخترم؟ هیچی، ببخشید. خب ما شاید تا حدودی متوجه باشیم. تا چه حدودی؟ خب ما فکر کردیم که میخواین شما بگین. نه نه، منظورم اینه که، یعنی منظور زری اینه که گاهی پیش میاد. چی پیش میاد محسن آقا؟ منظور محسن آقا رو من متوجه میشم. راستی اقدس خانم، مسئله اینقدر پیچیده نیست که شما تابش میدین. بله، بهتره بگذاریم. بله. ببین تو چه ماجرایی گیر کردیم؟ آخه این که درست نیست. رحیم. آخه ما ناسلامتی ده مادر شما یه چیز همش تقصیر شما آقا رشید، همش تقصیر شماست. آخه من سر پیازم یا ته پیاز؟ حالا این حرفا فایدهش چیه؟ همونطور که محسن آقا گفتن پیش میاد، وقتی هم پیش اومد کارش نمیشه کرد، درسته؟ بله درسته. درسته؟ بله. آخه مادر بشین. خب اون چه مسلمه، به من و خواهر اینجا خوش میگذره. بعد از سالها دوباره همگی دور هم جمعیم.
یاد قدیما افتادم که شماها بچه بودین و منو خدا بیامرز اقتداری هفته ای چند بار میرفتیم خونه همدیگه. رحیم ما با محسن شما واسه همدیگه میمردن، یا این خونه ما بود یا اون خونه شما. یادت رحیم؟ آره یادمه. کی فکر میکرد یه روز مادرشو، منظورم اینه که آدم هیچ وقت خاطرات دوران بچگیشو نمیتونه فراموش کنه. سلام مار خانم. سلام خانم سوپانی، گفتن هر کسی مایل باشه میتونه نهارو با خانواده‌اش در رستوران اینجا بخوره. متشکریم، نهارو وردن. شما هم تشریف بیارین نهارو با ما باشین. اگر شد چشم، ولی بعیده. قبول کنین. چشم، اگه تونستم خدمت میرسم. ولی خدا بیز. داداش، دختر بدی نیسا. باز شروع کردین. ببخشید، شما فعلا بیرون باشین، صداتون میکنم. خسته نباشید. سلامت باشید. خسته نباشید. سلامت باشید. خسته نباشید آقای لطفی. سلامت باشید. طبق معمول آقای لطفی چند تا خانواده اومدن از آشپزخونه بازدید کنن. از آشپزخونه من بازدید کنن؟ خانم سعیدی، اگه یکیشون پاشو بذاره تو آشپزخونه، علم پاشو خورد میکنم. ولی آخه خانم صبحانی گفتن که خانواده خانم صبحانی گفته باشن. پس اجازه نمیدی؟ خیر، من اجازه نمیدم. خوب بندازی. شما حواستون پرته. آره حواسم یکم پرت، ولی قول میدم دیگه حواسم پرت نشه. کس قراره بیاد؟ از کجا فهمیدی؟ از اونجا که به جای بازی همش رو در نگاه میکردیم. آره پسرام، دوتا پسر دارم عین چغندر. همونقدر که چغندر به درد میخوره، اونام به درد من میخوره. ولی میدونی بچه آدم هر جورم که باشه بچه آدمه. بچه چغندرم بچه چغندر. من میفهمم. چطوری میفهمی؟ میفهمم دیگه. وایسه ببینم. اوضاع خوبه پسرو؟ خوبه. دخترت چطوره؟ خوبه پدر. یادت باشه یه روز بیاریش اینجا، دلم براش تنگ شده. حالا نگاش کنم یا آخر؟ فرقی نمی کنه، بیزارم آخر نگاش میکنم. سلام خانم اکرادی. سلام. سلام ملک. سلام خانم. سلام. نگران نباشید خانم اکرادی. نمیدونم اصلا حرکت کرده یا نه، درسش هم که تموم شده، نمیدونم منتظر چیه. همیشه اول ماه به هم تلفن میکرد، نمیدونم چرا به هم تلفن نکرده. خانم اکرادی حتما نشده تلفن بزنه. آخه مگه ممکنه؟ چرا؟ چرا امکانش هست؟ خیلی دوتا بستم. امروز اول ماه خانم سعیدی و خانم اکرادی هنوز شهریه گرون قیمت خودشون رو نپرداختن. میپردازن خانم صبحانی، بیچاره مدتی از پسرش بیخبره. خونه قدیمی مستاجرش رفته،
اوضاع خونم بسیار به هم ریخته و خرابه. حساب کردیم خرج تعمیراتش خیلی زیاده و در این شکلم کسی اجارش نمی کنه. خونه رو تصمیم گرفتیم بفروشیم و از شرش خلاص بشیم. خب اگه شما یه وکالتنامه به ما بدین ما میتونیم برین بیرون. چی پدر؟ گفتم گورتون رو گم کنین برین بیرون. میرون این به نفع هممونه پدر. به نفع من یا شما ستابی غیرت؟ تنها یادگار پدری را میخواین صاحب بشین؟ من به حد کافی به شما دادم و شما به حد کافی تلافی کردین. شما خودتون خواستین بیاین اینجا پدر. من خواستم، یعنی وامی سادم مهانت شما و خانوادتون رو تحمل می کردم. برای پول تو جیبی باید صد دفعه رو می دارم. شما توقعتون بیش از اندازه بود. همه چیزتون از من بود. شما برای چیزایی که دارین یک ذره زحمت نکشیدین. وقت میگی توقعات من زیاد بود. بیرون. مهران من این تو اینا رو تحمل نمی کنم. تحمل نمی کنم. من یه لحظه هم اینجا نمی مونم. نمی مونم. اسکورتون رو گم کنی. دست شما درد نکنه. برشم برید. سبزی هم بذارم. آره یه خورده. اینم سبز. الان برات. بگی بابا. ممنون. شما چیزی نمیخواید؟ نه همه چی هست. درد نکنه. مادر چه جفت جوری؟ خدا روش. شما چرا نمیخورید؟ خیلی ممنون شما بفرمایید. خیلی ممنون دستتون درد نکنه. چیزی میخواید؟ آره سبزی. سبزی باشه عزیزم. اینم سبزی. بیا عزیزم اینم سبزی. واقعا که خیلی خوشمزه است. بفرمایید نوش جان. شما خیلی خوشمزه شدید. شما میخوام نوش جونت. تو هنوزم گوش نمیخوری؟ نه. بفرمایید خواهش میکنم. دست شما درد نکنه زرخانم. خانم خیلی خوشحالم. خواهش میکنم قابل نوش جان. نوش جونتون. میگم محسن آقا حالا هر چی بوده گذشته، به ما مربوط نیست. چی به شما مربوط نیست؟ مادر، چی میخوای برات بکشم؟ میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. اونم اینه که یه وقت جایی درز نکنه که، یعنی یه وقت به کسی نگی که مادر ما اینجا. میدونیم باعث آبروریزی میشه. خوب نیست. برای ما بده. شما مربوط. اگه جایی درس ندیم که مادر ما اینجاست ازت ممنون میشه. باشه. خب خدا نگهدار. خوش اومد. خدا حافظ. خوشحالم میکرد. خدا نگهدار. خب مادر جون ما با عزت مرخص میشه. رحیم خانم با عزتون کاری نداریم؟ روز خواه خدا حافظ. آقا محسن خدا حافظ. به ما سر بزنیم. خدا حافظ. Thank you.
پسرهای بیغیرت هم این هفته هم نایمدن. حتی به خودشون زحمت ندادن که یه تلفن بزنن. فکر کردن از صبح بیکارم که چشم براشون بایزم. چی خیال کردن؟ یه روزی هزار تا مثل اونا برام بالا میزدن. آخه این درسته که بایستم برای اون دوتا که اگه یه موقع شیر دهنشون نمیذاشتی الان زنده نبودن؟ اقدس خانم اونا اشتباه میکنن که خیال میکنن من بهشون احتیاج دارم. ما به خدا به هیچ کس احتیاج نداریم. ببین هنوزم دختر قهرمان با اینکه باباشو از خونه خودش بیرون انداخته محتاج باباشه. صحرا رو گذاشته پیشش و رفته مهمونی. مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن راه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر روزه بر کن بول بول پر بس دز کنجی قفس در آ نقمه آزادی نوع بشر سرا از نفسی عرصه این خاک تو در آ پر شرر کن پر شرر کن مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زین روز بر کن بول بول پر بست ز کنجی قفس دران نقمه آزادی نوع بشر سرا از نفسی عرصه این خاک تو بران پر شرر کن پر شرر کن ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیب شام تا ریک ما را سهر کن ای خدا ای فلک ای طبیب شام تا ریک ما را سهر کن ناله سهر کن سلام بهار خانم. سلام از منه. بفرمایید. خیلی ممنون. الو. سلام بابا من اینجام. سلام دخترم کجایی؟ چی بگم والا؟ عباس بعد جوری منو گرفتار کرده. من آورده یه مهمونی. شب تا دیر وقت اینجایی. ببین بابا وقت خواب صحرا میگذره. امشب رو پیشت بخوابه. صبح میام میبرمش مدرسه. روش یه چیزی بنداز سرما نخوره. باشه بابا. بابا اونجایی؟ آره دخترم. پس تا فردا خداحافظ. خداحافظ دخترک بیچاره. خانم صبحانی
نوه قهرمان امشب قراره اینجا بمونه. چی کارش کنیم؟ من خیلی خستم. در ضمن حوصله‌ام ندارم. خودتون یه کاری بکنین. وا. خب یعنی چی کار کنم؟ بله؟ چیه دخترم؟ من خیلی بدبختم. خدا نکنه. این حرفا چیه؟ تو بدبخت نیستی دخترم؟ چرا هستم؟ چون که تو خونه ما هیچکی رو دوست نداره. اینطور نیست دخترم. چرا هست؟ من با اینکه بچه‌ام اما خوب میفهمم بابا مامانو دوست نداره، کتکش میزنه، شما رو هم دوست نداره، منم دوست نداره. مامانم حق داره بابامو دوست نداشته باشه، مگه نه؟ مامانم منم دوست نداره. چرا تو رو دوست داره؟ من مطمئنم تو رو خیلی دوست داره. شما رو هم دوست نداره، چون که اگه داشت نمیذاشت شما بیان اینجا. من یه چیز بدی فهمیدم قهرمان. چی فهمیدی؟ بچه ها وقتی بزرگ میشن دیگه کسی رو دوست ندارم، مثل بچه های فرمانده که دیگه اون دوست ندارم. فرمانده مثل من بدبخت. من خیلی گیچونم قهرم. بخواب دخترم، تو هنوز خیلی زوده گیج بشی. مجلشکن بلند شو، مجلشکن خواهش میکنم بلند شو.
چیه؟ چی شده؟ بچم داره تو تب میسوزه، بگو چی کار کنم؟ خدایا کمکم کن. دستم به دومنت، یه کاری بکن. پرستار، پرستار، پرستار. چی شده؟ حال صحرا خیلی بده بهار خانم. بچه تب شدیدی کرده، تو رو خدا کمک کنید حالش خوب بشه. اگه بلایی سرش بیاد جواب مادرشو چی بدن؟ آروم باشین قهرمان. چی شده؟ یعنی چی شده؟ جانش من کردی چی شده؟ بچه خدای من، بچه تبش بالا، سعی میزنم به دکتر بیاد. تب کردی؟ نوی قهرمان تب شدیدی کرده، میرم به دکتر خبر بدم. بیا شما برید پیشش، نذاریم بالای سرش شلوغ بشه. شما به خدا خودش رو رحم کنیم. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اونجا رو تخابیم. چی شده؟ کجاست؟ بمیرم. اقدس خانم سهرا تب کرده، تب کرده، همش هم هزیمو میگه، نمیدونم چی کار کنه. خدا مرگم بده. باید پاشورش بکنیم. یه ظرف آبو با حوله بیارین. شما هم برین بیرون، بیرون، همه بیرون. جواب مادرشو چی بدم؟ یعنی خب معلومه حالش خوب میشه، ما هستیم. بله، هرچی خواست خدا باشه. دستم به دامن دکتر، زهرا تفلک تب کرده، مرتب هزیون میگه، تو رو خدا یه کاری بکنی. خیلی خب باشه باشه. سلام علیکم. سلام آقای دکتر، تبش خیلی بالاست. لطفا دورشو خلوت کنید. تفلک معصوم. دکتر تبش خیلی بالاست. از کی تب کرده؟ دقیقا نمیدونم. گلوش هم متورم نیست. به نظر شما چی میتونه باشه؟ نمیدونم، علائم بیماری خاصی وجود نداره، شاید یه سرماخوردگی معمولی باشه. آقای قهرمانی، این بچه سابقه بیماری به خصوصی نداره؟ نه آقای دکتر. تبش بالاست، سعی کنید با پاشوره تبشو پایین نگه داریم. اگه تا صبح بهبودی حاصل نشد، چند آزمایش هست که باید انجام بگیره. این دواها رو هم بهش بدیم. باید مرتب پاشوره بشه. باشه. مواظب باشه. مطمئن باشین ما مواظبیم. شما هم نگران نباشین، ان شاءالله حالش خوب بشه. خیلی متشکرم دکتر. ممنون. از شما متشکرم. خب، خواهش میکنم. من میرم دواهاشو بیارم. شما باید مرتب پاشویش بکنین. تا
تفلکی حالش خوب بود، اصری داشت بازی میکرد. بیا اینو بذار رو پاهاش. خدایا شکرت خواهر، 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 تبش قطع شده. خدا رو شکر، خدا رو شکر. قهرمان کجاست؟ الان میرم صداش میکنم بیاد. هان قهرمان بلنشو بیا، زهرا حالش خوب شده. زهرا حالش خوب شده؟ ده؟ زهرا حالش خوب شده؟ زهرا حالش خوب شده؟ خدای شکر، زهرا حالش خوب شده. خدا رو شکر. پس کو؟ اونجاست. بفرمایید. زهرا دخترم، الهی قربونت برم، خدایا صد هزار مرتبه شکر. دخترم این خانم‌ها رو میشناسی؟ آره؟ بیا بریم بیرون یه چیزی نشونت بدم. بری. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. از همه متشکرم، از همه تون. بفرمی بفرمی، خواهش میکنم. بفرمی بفرمی، شما هم بیاین. خدایا به بزرگی شکر، بالاخره این بچه خوب شد. زهرا دخترم، دیشب خیلی مریض بودی، حالت خوب نبود، همه اینا با نگرانی تا صبح بیدار موندن و دکتر آوردن و ازت پرستاری کردن تا حالت خوبش. آره دیشب گفتی بچه ها وقتی بزرگ میشن یه کسی رو دوست ندارن. ببین همه اینا تو رو دوست دارن. مگه میشه مردم هم دیگر دوست نداشته باشن؟ بازم از همه تون متشکرم. خواهش میکنم. متشکرم که از صحرا پرستاری کردیم. دیدیم نگه داشتن یه بچه چقدر مشکله؟ بله مشکله. ولی مامان من دیشب حالم خیلی بد شد و قهرمان تا صبح بالا سرم بود. خیلی خوب مادر، بذار تو ماشین برام تعریف کن، بابات خیلی عصبانیه. خب بابا جون من دیگه باید برم بابا. خداحافظ. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. به سلامت. تکلیفت انجام دادی؟ بله همشو نوشتم. از همتون متشکرم. از همه تو متشکرم. خیلی
منم دوست دارم، بازم برگرد، منتظرم.